ژنرال جوزف دانفورد، آمریکا به دنبال تشکیل ائتلاف نظامی برای تضمین آزادی تردد در تنگه هرمز است. پیام وزارت خارجه آمریکا به مناسبت سالگرد قیام دانشجویی، در کنار مردم ایران برای آینده‌ای بهتر ایستاده ایم. ادامه تجمعات اعتراضی کارگران راهن آذربایجان و لرستان. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، آخرین خبرهای این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنم. آخوند روحانی درماندگی خود را از توقیف نفتکش اعزامی برای دیکتاتور خونریز سوریه توسط انگلستان نشان داد و به تهدید متوسل شد و گفت انگلیسی ها آغازگر ناامنی در دریا هستند و امیدواریم این کار را ادامه نداده و تکرار نکنند، چرا که تکرار آن موجب ناامنی در جهان شده و به زیان همه خواهد بود. به انگلیسی ها گوشزد می کنم که شما آغازگر ناامنی هستید و تبعات آن را بعداً درک خواهید کرد. جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، پس از دیدار با مایک پومپئو و مارک اسپیر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، به خبرنگاران گفت آمریکا در حال بررسی طرحی است که برای حفاظت و تضمین آزادی دریانوردی آب‌های بین‌المللی اطراف ایران و یمن یک ائتلاف نظامی تشکیل دهد. به گزارش رویترز، در این طرح که در روزهای اخیر نهایی شده، آمریکا هدایت راهبردی و فرماندهی کشتیرانی را فراهم می‌کند و متحدان در نزدیکی ناوگان ایالات متحده کشتی‌های تجاری را با پرچم‌های خود همراهی و اسکورت می‌کنند. Escorts would be escorting in the normal course of events would be done by countries who have the same flag. So a ship that is flagged from a particular country would be escorted by that country. I think what you... مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در 20مین سالگرد سرکوب قیام دانشجویی 18 تیر 78 توسط رژیم آخوندی گفت در یادبود 20مین سالگرد جنبش دانشجویی در سال 78 ما سرکوب وحشیانه دانشجویان و فعالان توسط رژیم ایران را محکوم می‌کنیم. آنها خواستار آزادی بیان و تجمع بودند. ایالات متحده در کنار آنها ایستاده است که به دنبال آینده‌ای بهتر برای ایران هستند. تجمع کارگران راهن استان‌های آذربایجان و لرستان امروز چهارشنبه همچنان ادامه دارد. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و نداشتن امنیت شغلی از روز شنبه اعتراض و اعتصاب خود را شروع کردند. عصر روز سه‌شنبه ماموران سرکوبگر شهرداری به دستفروشان بازار تبریز حمله کردند و آنها را وادار به جمع‌آوری منبع ناچیز درآمدشان کردند. برایان هوک گفت تحریم‌های اعمال شده علیه رژیم ایران به تنهایی این رژیم را از 50 میلیارد دلار درآمد سالانه محروم کرده است. وی که با العربیه مصاحبه می‌کرد افزود ما بخش پتروشیمی و فلزات صنعتی و فلزات گرانبهای آنها را تحریم کرده‌ایم. فشار ادامه خواهد داشت. این برای رژیم قابل تحمل نیست. برایان هوک افزود ما برای اولین بار است که به رژیم ایران می‌گوییم نه. در هیچ سطحی کمک‌های مرگبار به نیروهای نیابتی آن قابل قبول نیست. آنها باید رفتار خود را تغییر دهند. نیروهای دولتی استان فراه در جنوب غرب افغانستان دو نظامی رژیم ایران را در منطقه مرزی این استان بازداشت کردند. یک مقام این استان گفت این نظامیان با یک موتور، یک خودرو و یک قبضه مسلسل سنگین دوشگاه بازداشت شدند. ممنون از توجهتون به خبرهای این ساعت. خدا نگهدار.